بررسی های انجام شده نشان می دهد که زندان های اروپا به محلی برای رشد اندیشه و اعتقادات افرادگرایی تبدیل شدند. در همین راستا دیدبان الازهر از هر نیز با موضع گیری در این باره نسبت به رشد افرادگرایی در زندان های اروپا هشدار داد. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. دیدبان الازهر هر برای مبارزه با افراتی گرایی در گزارشی که اخیرا منتشر شده اعلام کرد زندانها در کشورهای اروپایی یکی از مراکز رشد اندیشه و اعتقادات و اصول افراتی گرایی تبدیل شدند. این مرکز تصریح کرده که به دلیل وجود تعداد زیادی از زندانیان مسلمان و حضور عناصر تروریستی در این زندانها زندانیان در معرض افکار افراتی و تروریستی قرار گرفته و گرایش آنها به این گروه ها سرعت گرفته است. در همین راستا اتحادیه نهادهای تربیتی و اصلاحی در اسپانیا افزایش تعداد زندانیان افرادگرا را تهدیدی برای جامعه ارزیابی کرده و خواستار اتخاذ اقدامات جدی و خاص در ارتباط با این موضوع شده است. برخی از کارشناسان امور تروریسم اشاره کردند که گروه داعش در زندانهای اسپانیا با زندانیان دارای محکومیت‌های کوتاه مدت در زندان ارتباط برقرار کرده و پس از آزاد شدن آنها بلافاصله با این افراد تماس گرفته و در راستای جذب این افراد به داعش فعالیت می کند. از سوی دیگر دفتر دادستان دادگاه عالی اسپانیا نیز در گزارش سالانه خود در سال گذشته اعلام کرده که زندان ها به یکی از مراکز عمده برای جذب و پرورش تروریست بدل شده است این دفتر همچنین از برنامه سخن به میان آورده است که به منظور مبارزه با افکار افراطی و رشد تروریسم در زندان های اسپانیا برای مسئولان زندان به اجرا درآمده است. دیدبان الازهر ضمن تقدیر از این اقدامات خواهان اتخاذ تدابیر جدی تری از جمله گسترش آگاهی از فعالیت های گرایان در زندانها و همچنین جدا کردن زندانیانی که به جرم فعالیتهای افراطی زندانی هستند از سایر مجرمین شده و نسبت به پیامدهای رشد افکار افرادگرایانه در زندانهای اروپا هشدار داده است